خلید فارس، مشاور پیشین خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی شبکه خبری فاکس نیوز از واشنگتن با ماست. آقای فارس، خوش آمدید به برنامه. در سخنرانی رئیس جمهوری ایران دیدیم که او به نوعی حاضر امتیازهایی به آمریکا بده، از جمله اینکه گفت اگر که آمریکا به برجام حساسیت داره، دست کم به قطعنامه 2231 برگرده و تحریم‌ها رو به واسطه اون لغو بکنه و بلکه امکان این باشه که در رابطه با برجام دوباره مذاکره ای صورت بگیره. چرا آمریکا استقبال نمی‌کنه از این عقب نشینی ایران؟ مسئله استقبال یا نبود استقبال از یک سخنرانی نیست. طبیعتاً یک سخنرانی رو میشه انعطاف پذیر تلقی کرد و بهش به عنوان یک علامت مثبت نگاه کرد، اما الان بحث تعامل هست، بحث موشک‌هایی هست که ایرانی‌ها علیه عربستان سعودی استفاده کردن، بحث جنگ در یمن هست، نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه هستند. بنابراین برای اینکه جلو بریم دو طرف طبیعتاً باید بیانیه‌هایی درباره قصد و نیت خودشون ارائه کنن، یعنی مثلا آمریکایی‌ها بگن که اگر ایرانی‌ها اعلام کنن که حاضرن از توسعه موشک‌ها، ساخت موشک‌ها و حمایت از نیروهای شبه نظامی دست بردارن، اون وقت آمریکایی‌ها یک قدمی برمی‌دارن، مثلا تحریم‌ها رو کم می‌کنن. برای این میتونه یک قدم مثبتی باشه. آقای فارس، مشکل اینجاست که اعتماد بین دو طرف کاملاً از بین رفته. به هر حال در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران توافقی وجود داشت، توافقی بود که جامعه بین الملل اون رو پذیرفته بود. وقتی که آمریکا از اون توافق به شکل یک جانبه خارج شده، ایران رو تحت شدیدترین تحریم‌های ممکن گذاشته، ایران به چه دلیلی باید بپذیره که در رابطه برنامه موشکیش مذاکره کنه؟ چون مسئله اینجا برخلاف اون اتفاقی که در مورد اوکراین یا آفریقای جنوبی بعد از سقوط بلوک شرق افتاد، بحث فقط برچیدن سیستم هسته‌ای نبود که اونها از رژیم‌های قبلی به ارث برده بودند. اینجا بحث فقط بحث هسته‌ای نیست. بحث هسته‌ای شاید طولانی‌ترین و مشکل‌ترین بحث برای حل کردن باشه. بحث رفتار ایرانی است. من می‌تونم از دیدگاه آمریکایی‌ها این رو به دو نکته طبقه بندی کنم: بحث موشک‌ها و بحث نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران. ولی همین الان هم ایران میگه که از روز اول هم مقام‌های ایران گفتن که برنامه موشکیشون از لحاظ دفاعی قابل مذاکره نیست و کمتر کشوری هم هست که بپذیره که توان دفاعیش رو با کشور دیگه‌ای به مذاکره بگذاره. الان با خروج آمریکا از برجام، با اعمال تحریم‌ها، با ایجاد بحران پشت بحران در منطقه، آیا فکر می‌کنید که ایران نزدیک شده به پذیرش مذاکره درباره برنامه موشکیش؟ مسئله حتی داشتن موشک نیست. هر کشوری در جهان میتونه موشک داشته باشه. بس کاربرد این موشک هاست و الان یک واقعیتی است که اینها رو از جانب یمن و حوثی ها به صورت مستقیم اونطور که ما میدونیم استفاده کردن. موشک ها رو خارج از مرزهای ایران ما میدونیم که استفاده کردن. بنابراین بحث دفاعی دیگر نیست. موشک هایی است که در جنگ های دیگری فراتر از مرزهای ایران، فرای مرزهای ایران ازشون استفاده شده. بنابراین ایران آقای فارس، این بحث راجع به موشک‌های هر کشوری صادقه. مگر سلاح‌های آمریکایی در خاورمیانه استفاده نمیشه؟ مگر آلمانی‌ها سلاح به عربستان نمی‌فروشند؟ مگر بریتانیا‌ها سلاح در عربستان نمی‌فروشند؟ اگر که اصل اینکه یک سلاحی تولید کشوری باشه، مسئولیت ایجاد کنه برای اون کشور، عین همین بحث رو میشه راجع به بقیه کشورهایی هم که اسلحه تولید می‌کنن و می‌فروشن کرد. این یک بحث جدی میشه که باید بکنیم. ما بحث ما این نیست که کینا رو فروخته، مثلا کسی اینجا به چین یا به روسیه خورده نمیگیره که یا به آمریکا خورده نمیگیره که موشک به دیگران فروخته. ما داریم راجع به موشک‌های استفاده میکنیم که استفاده شدن و به کار برده شدن خارج از مرزهای ایران در یک طریق غیر دفاعی، برای کاربرد غیر دفاعی. اما من فکر میکنم رهبری ایران اگر فکر میکنن که از یه طرف اگر رهبران ایران به این نتیجه برسن که حاضر باشن امتیاز بدن روی موشک‌هاشون و روی شبه نظامی مورد حمایتشون، اون وقت
آمریکایی حاضر میشن که این رو به عنوان یک حداقل ببینن و بیان درباره تحریما صحبت کنن. این آقای فارس، سلاحهایی که به عربستان داده میشه و بر سر بعضن غیر نظامیان بیگناه در یمن داره استفاده میشه، در حملات هوایی داره استفاده میشه، برای دفاع نیستش که استفاده میشه؟ خب استدلال سعودی ها اینه که قبل از 5-6 سال پیش اگر در یمن یک شورشی اتفاق نمی افتاد و اگر حوثی ها از مرز تجاوز نمی کردن به داخل خاک عربستان، اونها چنین برخوردی نمی کردن. استدلال سعودی ها این است که رفتار ایران و متحدان ایران در یمن بوده که اونها رو به چنین واکنشی برانگیخته. بنابراین 5-6 سال از اون قضیه گذشته و سعودی ها طبیعتا به عنوان متحدان آمریکا، بله، اونو دارن در یک جنگ تهاجمی استفاده نمی کنن در لبنان یا آمریکا، و این مورد فرق میکنه. حالا در نهایت اگر بخوایم از بحث یمن عبور بکنیم و برگردیم به بحران بین ایران و آمریکا، واقعیتش اینه که ایران یک راه حلی که به نوعی میشه مطلوب دونالد ترامپ باشه روی میز گذاشته. برای اینکه دونالد ترامپ از روز اولم از توافق برجام راضی نبود، میخواست خارج بشه، خارج شد و الان ایران میگه که بسیار خوب، شما تحریم ها رو لغو بکنید، ما مذاکره میکنیم، دوباره مذاکره میکنیم. چرا الان آقای ترامپ پافشاری میکنه بر ادامه این تحریم ها و یک راه حل برون رفت که به نوعی برای ایران هم حفظ آبرو بکنه ارائه نمیده؟ Here's the test. این آزمونیه که پیش روی اونها هستش. پرزیدنت ترامپ میتونه به پرزیدنت روحانی بگه که شما هیچ کاری نکنید، تنها کاری که میکنید یک بیانیه منتشر کنید که نیت شما رو تبیین کنه، ولی در اون بیانیه شما نشون بدید که تا کجا خواهید رفت، تا کجا پیش خواهید رفت، و اون وقت ایالات متحده هم یک بیانیه مشابه منتشر میکنه. بنابراین اینجا بحثی نیست که شروع بکنیم به کارهای مختلف که مثلا نیروهای شبه نظامی رو مهار کنیم یا تحریما رو برداریم، فقط اینکه نیت خودمون رو تبیین کنیم. اما تا زمانی که یکی از دو طرف حتی حاضر نباشه نیت خودش رو به طور مشخص تبیین کنه، اون وقت ما راه حلی نخواهیم داشت. متشکرم از شما ولید فارس، مشاور پیشین خاورمیانه دونالد ترامپ با من.